باشم به کال بروناز اومدیم با یه آهنگ دیگه از برکت به فارسی. بچه‌ها خیلی پیشنهاد کردن تو کامنت‌ها داشتم میتونه خونه این چند آهنگ بد شدن از یاس اون دفعه آوردیم. آره بخوام این آقا یاس اومد چیزی که آقا مثلا چرا باعث میشه یه آدم بد بشه یا اینکه حالا خودش آقا میتونه مثلا این خودش یه مثال بشه برای همه. به هر حال آهنگ خوبیه، بچه‌ها هم زیاد چیزش کردن، خیلی مفهومی و به نظر اجتماعی رفت باشه. آره ببینید آقا ما چی بگیم، اگه دوست دارین این ویدیو رو لایک بزنید، اگه یاس دوست دارین لایک بزنید، ویدیو می‌خوایم بیشتر از یاس بزنیم بازم لایک بزنید و با دوستاتون که یاس دوست دارن شیر بکنید. بله آقا ریاکشن یکی از آهنگای یاس رفتی اون بالا اینجا تگ می‌کنید ویدیو بشه اون کارده شما بزنید، اگه خاطر هر کدوم دوستاشون می‌کنین اصالت سفارشی سفارشی خیلی عالی کردم نام سرکوب اما همینطور من می‌جنگم می‌تونید. آره من می‌جنگم بازی رفتیم حرفه‌ای. برو آقا ببینیم چی می‌خواد بگه. سابسکرایب و زنگوله یادتون نره حتما بزنید اون پایین. نکات اضافی هم تو کامنت فراموش نشه. 1 2 3 برو. متاسفانه اینو یاد گرفتم نخندم، حتی بعد اینکه فاز گرفتم با یه جوک تا بلند خندیدم سری محکم دستم و گاز گرفتم، فهمیدم که خوب بودن من باستاب نداره. فهمیدی یک آقا یاد گرفتم که حتی وقتی جوک مثلا خندانشتم باش نگرفتم، ولی وقتی مثلا بلند خندیدم دستم گاز گرفتم که آقا مثلا غلط کردی خندیدی مثلا اشتباه کردی نباید کار کنی. یعنی همه مردم چیز میکنن یک آقا خودت نباش. لحظه آخرم گفتش آقا مثلا خوب بودن من خب باستابی نداره، حالا بذارم میذارم آقا کم دستم و گاز گرفتم، فهمیدم که خوب بودن من باستاب نداره، وجدان تا آخر این داستان سرابه، فهمیدم کبابی آثار ثوابه، به محتاج فقط بگم که بازار خرابه، فهمیدم گناه میتونه یکی دو روز عادی شه، حتی معنوی ترینا تو یک لحظه مادی شه، یاد گرفتم که تخریب کنم تا یه معروف دیدم بگم ولش کن شاخ میشه. نکن اینجایی که اومد خیلی مثلا مشتاق عادی که یعنی الان عادی شده واسه جامعهمون، مثلا اینکه آقا داره میگه آقا گناه میتونه مثلا یه شبه عادی بشه. یعنی چی؟ خب یعنی مثلا یه اتفاق مثلا آقا دیدی مثلا یه کسی یه کاری میکنه خب بعد یافته تو بوگرنا میکنن اخبارش میاد اونم بعد دو روز بعدم یافته مثلا یه خبری داشتید. چرا؟ چون که حالا نمیدونم به خاطر اینی که مردمش عادت کردن یا اینکه حالا جوری که مثلا میان پخشش میکنن یه کاریش میکنن آقا عادی شده مثلا مردم. آره جالبه مثلا همون خبر کردن مثلا خیلی الان تو گوگل کردن شد بعد دو روز بعدش دوره همون اتفاق یه مدل دیگه میفته که دیگه کسی اونقدر اهمیتش نمیده. آره دیگه آره دیگه مثلا همین الان اختلاس دیگه الان که او فلانی هم مثلا 5000 دلار هم اختلاس کردش، بعد اون که مثلا محتاجه خب بیا سش بهونه بیا بگه آقا مثلا بازار خرابه فلان نیست به جای اینکه بهش بزرگ آیت هم که میبینی آقا خیلی معروفه بهش اهمیت ندی بگی شاخ میشه نه. آره این یه خیلی مسخره است نیوشم نکن. یاد گرفتم که از همه دورم آتو جمع کنم تبدیل به اسلحه کنم، درد دلا رو بشنوم و وقت دعوا همون درد دلاشون رو مسخره کنم، تو دل یک شهر پر از فازهای منفی راه های مخفی. پر خطر مارهای افعی ایستادی تو چار راه تردید درگیری که سکوت کنم و مظلوم تر شم اجازه بدم همه از روم رد شن یا بشم یه نامرد که با طبیعت خودشو وفق داد با مرگ آدمیت. نکن اینجا مثلا میاد یه حرکت بیمعرفتی رو از من توصیف کنه که آقا میاد مردم باشون رفیق میشی آتاداشون جمع کنی که بعد یه دهنش رو بسونی که الان پای حرف مثلا گوش میدارم خب دردلاشون رو گوش میدی خب که بعد وقتی به عباد هم شد خب اونا رو بزنی سرش مسخرش کنی خب تو اونی که مثلا فلانی ها مثلا اینجوری خب بعد هم یا سر چهار راهی نمیدی کدوم طرف چیکار کنی. آره یا آدم این شهر کنی خطر اونا افعی و مارای فلان و این صحبت ها کلا مونی چیکار بکنی خب میگه آقا بذار ببینم چی میشه مردم هنوز رد میشن میرن. نگو مسئله رو واکنش باز خب مسلم هر کنشی واکنش داشت، رود بودم صد شدم روز بودم شب شدم خوب بودم رد شدم و بد شدم، نسل به نسل خون به خون این بین ما میچرخه اینو خوب بدون، ما مثل دومینو به هم ضربه میزنیم تو به من به اون به اون. گرفتی شد؟ آره. چون هممون الان خب مثلا دیگه مشکل داریم خب من که به این نظر میزنم خب منم یکی که یعنی به من میزنه خب منم اول یکی زدم خب تخریب می‌کنم روی یکی دیگه مونده. آره اولش اون دقت کرده باشی گفتش آقا هر کنشی یه واکنش داره، یعنی مثلا آقا این اگه منو زد خب حالا این کنشی رو من انجام شد حالا من ولی واکنشش میدم ولی سر کی انجام شد سر این نفر دیگه
همین اتفاقای منفی هم یه تو همینجا نمیمونه، نسل به نسل خون به خون میره ولی بچه‌ها تو نوابی نمیرسه. خب تو مثلا خب به عنوان برادر پدر خب یه سری مثلا یه سری اتفاقات یه سری اکسپریانس های تو لایف داشتی بعد اینو خب میای مثلا به بچه‌ها میای یاد میدی خب یا نه فلان کار نکنی اینجوری میشه، به آدما مثلا اعتماد نکن اینطوری میشه، خب میای همون اجزای منفی و بدی رو به بچه‌ها آره میرسونی تو باورات ساخته شده رو خب میای پس انتقاد میدی. آفرین اینه که آفرین. مگه خودم خیر دیدم؟ جواب خودم خیر میده. اون که داشت میدید که دارم از بین میرم، پیک میزد بعد مزه میل میکرد. هی ایزد خودت شاهدمی اسم میکنم بسه بسه قبل من میزم عقب که گوش بدیم. ولی اینا نکنم دوتا چیز اومد خب به آهنگ قدیمی چیز بود نگه آقا ایزد نام صدای سر ایزد و یه جارم اونجا آقا هی نگو که مثلا بگن خب این هم دقیقا مثل همون آهنگ قدیمش بود که آقا واسه بچه‌ها که توی آتیش سوخته بودن خونده بود و اینسان توی آره این اون اومد یه رفرنس هم خونده تا هم دارم بعد مزه میل میکرد. هی ایزد خودت شاهدمی اسم میکنم دارم میرم توی یک چاه عمیق. قبول کن دفاع تو این مورد وارده، منم بد نبودم ولی خودت یادتون روزی رو که وایستاده بودم تو صف کپون دیدم یارو پشت بنز خف کپل. نشسته بود یه قول بیریخ که از سر تا پاش فقط داشت پول میریخ. تو اون لحظه حس کردم که روز مردنمه، دیدم اون که کنارشه دوست دخترمه. منو دید ولی من غریبه بودم با همون مانتو که من خریده بودم. او بابا اینم به نظر من مثل هم آشنایی که هم دیگه در موردش صحبت کرده بود. خب میگه ما تو سر کپون بودیم خب منتظر مثلا دو بالا بعد وقتی اونم یالا می‌خواستیم بشی بریم خب بعد یهو یه آقا تو پشت مثلا تو بنز خب یارو کلا فینیشسته اونجا بعدم یه تیکر اول یارو دیدم که مثلا خیلی پول داره دیگه آره مثلا حالا به بقیه اهمیت نمیده خب حالا این یالا پولدار بودن که بعد اصلا این که مثلا به مثلا مردم اهمیت ندی مثلا خب بعد بغلش یه دوست دختر خودم بود که اینم در سرویس هم مثلا یه جوری رفت که من مانتوری که خودم خریده بودم با اون مانتوری که من خرید آقا لعنت من مانتو میخوام که بری یه نفر دیگه دیگه اهمیت نمیاد چون من آداش ناشنا بودم آشنا بودم آقا جلو اون نمیتونه مثلا چیزی بگه خب که داره صد درصد ولی جالب چی داشته من خیلی گفتم اون ورس قبلی که میگفت میگه من خیلی دیدم مگه جواب خودم خیلی میدن دوره آره من خیلی دیدم جواب خودم خیلی میدم بعد اون قبلا میدو گفتش من به خاطر اینا شد که من بد شدم. این همه تو عشق دادی اونم پاداشت رفت با همونی که آویزون از باباشه. یه اعتصاب نهار یه اعتراض مامان یعنی بنز دم دره یه پاپیونم بالاش. لفظ میاد که روش حساب کنن میگه میخوام به انبال پدر اضاف کنن. خیلی خود ساخته است همون بنزم از باباش خرید از دم قسط ماهی 1000 تومن. ولی من قرض که اینجا هم داره میاد یکی مثلا آقا دختره میره با این پسره که مثلا بنزیر باشه که بنزم خودش در نیورده اصلا هیچ افوارش نداره آره مثلا خود تلاشش نیستش خب یعنی مثلا همه چیز رو به دمادرش شده میگه آقا من خودم خود ساختم و همش میخوام مثلا اموال اضافه کنم و اینجور شده ولی آره ولی در واقع مثلا خودش کاری نمیکنه. دخترم اومده به جای اینکه یادم درست بگی که من مثلا زمان بشم پول ماهی 1000 تومن من قرض کردم تو برات خرج کردم. من کف خیابون رو برات فرش کردم. من واسه یه داشتن تو نذر کردم. من تو رو یه فرشته فرض کردم. من با تنهایی تو با تنهایی که تو رو ولت میکنن تو اوج تنهایی تو اون شهر پرنقاب تو با اون بخواب من با قرص خواب. اولش بذار اومد گفتش آقا من اگه این از کل چیز رو خریدم خب پول قرصی هم که خریدم خب کلی کار کردم زنده فرش کردم خدا این هم تفهیم میگم تو فرشته ای چه اشتباهی میکردم. اینجا بازی کلمات رو داشته باش میگه من با تنهایی تو با تنهایی که تو رو ول میکنی تو تنهایی آره نکن چه خوشگل انگیز هایی استفاده میکنی کلمات رو بعد این بعدم یاد میگه آقا من تو با قرص تو با اون بخواب منم با قرص خواب. این هم دوباره یک کلمه دیده قشنگ که اومد یه قافیه سازی خوشگل انگیز هم پیکر کنم من با قرص خواب. اگه بپرسم اون کیه که باهاشی به میگی با لبخند بابا اون که داداشیمه همون داداشی ها دوشیدنت لباسو کندن و تو رو پوشیدنت. گفتم تو خراب میشی اونو آباد میکنی تو که عروس نمیشی اونو داماد میکنی. ای تو که حرفات تا این روز دروغه یه تو زردی که حتی نیم رود دروغه. گفتی برمیگرد
یه تو زردی که حتی نیمروت دروه عجب این چه نمیم به این چه آرایی ادبیه ولی خیلی خوشگل هستی هست خب چیز جالبی بود توی دروی که حتی نیمروت دروه خیلی خوشگل من نشت ندارم میگه که تو اونا رو آباد نمیکنی اونا تو فقط اونا رو آباد میکنی اونا میپوشن آره مثلا تو لباسش تو رو میپوشن خب بعد میگه تو هم عروس نمیشی فقط اونو داماد میکنی آره. تو عروس میشی این چرا عروس میشه ازدواج نمیکنی فقط واسه یه شب آها آها یا اینکه مثلا یا اینکه این مثلا عشقی نمیکنه مثلا به خاطر پول فقط رفت واسه این عروس واقعی نیستش نمیدونم حال منظورش چیه به هر حال بریم سگ میزنیم تو که حرفات تو این روز دروغه یه تو زردی که حتی نیم روت دروغه گفتی برمیگرده بازم خامش میکنم گفتی ببخشید حل خواهش میکنم بعد 6 سال درای دلت باز شدم واسه خودم اومدی یا چون کیاس شدم یاس و نگهدار فقط واسه رپ اون به کنار در اصل من یاسرم اون که واسه اسمش ریاضت کشیده حق بده پشت میز ریاست بشینه ببین خوشگل بود این هریکن خیلی اصلا عالی بود خب نیاکو اومد گفتش که حالا برای چی چون من یاس شدم در سرویس من با همون یاسرم خب حالا خیلی اصلا جالب بودیم آقا این همچین چیزی واقعیت داره دقیقا نه همچین چیزی یا نه 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 واقعیت نه نه خب بعد منظور واسه آهنگ اینا رو گفتشه ولی خیلی خوشگله خدایش بعد میاد میگه که آقا بعد اون رفت دهن خود سرویس کردی خب حالا اومدی من یاسم تو برگشت اینجا این دیگه وقت این وقتا این کارا نیستش دیگه ما اون نیستیم علی درسته اون یاسره ولی دیگه خام این حرفا نمیشیم ریاضت کشیده حق بده پشت میز ریاست بشینه دارم عقده‌هامو در میارم از دلم سر تو درد میارم معذرت تو شاد باش من که نبودم داش تو این آهنگ تو سنگ صبورم باش البته اینم که حرف جالبه که ما تموم حرفامون حق به جانبه ما از خوبیامون دم زدیم وگرنه منم به خیلی ها کم بدی نکردم این که آقا تو خودتو مثلا بشناسی و صادق باشی خیلی خوشگله این عالیه و اومد گفتش که درست هر به جانبی که ما هم هر به جانبی چون آقا وقت نگاه کن تو وقتی درست میگی من فلان کارو کردم من یارو این کار کردم که این بلا سرم آورد اون واکنشو کنشو که اولش گفتش خب میای مثلا همش میگه اون به من این کاری کرد این من کار من مثلا من مظلوم فلان این صحبتا اگه بخوام مثلا بگم منم کم بری نکردم ولی قبولش میکنم آره کردهامو قبول میکنم حالا ببینید ولی داره یا نه منم به خیلی ها کم بدی نکردم پول دختر موقعیتم خدایی بد نبود عمق نیتم ولی بزا بعد و بیراها رو حوالم کنن بلکه خالی شن و منو حلالم کنن منم یاد گرفتم اینا رو از اجتماعمون و توجیه نداره کارم اشتباه بود اگه درد دارم بوده حقم لقم یه حساب کتابی بوده که مونده اقرب بگذر بک زد به اون قبلش که گفته بودش آقا نس به نس ادامه میدیار میگه من از این جامعه رو یاد گرفتم که الان دارم میدیارم آره. ولی اینم باعث میشه که من مثلا این مسئولیت بگرم نگیرم خب آره. حقم بود اگه این بدی هم سرم اومده به خاطر اون کاری کردم حقم بوده بدان آره. لقم که بیب گذاشتنش یه حساب کتابی بوده که مونده اقرب بگذاریم اینم با یه دید روتین بشنو بگو بس بس که دیکته خوندی تو هم اگه زندگی ما رو دیده بودی تو صد تا ترک سر تا پای ما رو می نمودی ولی واسه من رپ یعنی داستان از اون که زخم خورد ولی باز واستاد آره رپ یعنی آرمان از زیر زمین پرواز به آسمان رپ یعنی آرمان از زیر زمین تا آسمان پرواز به آسمان به 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 تو آهنگ لالا میستی اشاره کرده بود که میاد شما ما زیر زمینی هم فلان این صحبت ها خب یاکون میاد میگه که تو هم اگه زندگی ما رو دیده بودی خب میگه اولا که میگه بس دیکته خوندی خب این همه حرف رو زدی مثلا حالا دیکته حالا میشه آقا دیکته کردن به ما که اینا همش به ما میگی خب یعنی که مثل اصلا دیکته میخونی بعد از اون طرف مثلا پول داره و اونجور چیزه داره به این میگه میگه آقا بس دیگه قد دیکته خونی آره خب تا اگه زدیگه ما رو دیده بودی خب با نام سابسکرایب ما رو مینه بودی خب حالا شاید ولی شاید مثلا از اونی که مثلا ندار و مثلا حالا نیاز به کمک داره داره میگه نمیدونم حالا یا شاید از طرف این چیزه ولی یعنی اون پول داره که میگه آقا تو هم شاید ما هم خب خیلی مثلا مشکل داشتیم که مثلا باعث شده این بشیم خب به هر حال آره ای شما چیز بهتری میدونید دقیق‌تر بنویسید تو کامنت ها بذار ببینم چیز دیگه نداره ویدیو خب موزیک خالی بود آقا آهنگ بود تای اجتماعی بود آره اجتماعی یه مقدارم عاشقانه زد وسطش خب
آخه این عاشقانه همچنین جز چیزه اجتماعی دیگه آره دیگه کار لپتاپ هایی میفته آقا و میدین یا کن دقیقا اومد زد دوتا فلشک به آهنگ من یه لازه اسمشو خب از چی بگم بعد این از چی بگم اونجا گفتش که هی ای زدنام فلان و این صحبت ها یکی یه بار اونجا زد بعد هم گفتش که مثلا اولش هم اینجا شروع شد که میگفتش آها نه این مال آهنگ نبود این آهنگی میگفت مثلا چرا میگی دوباره اصلا صحبت بکن و این صحبت ها اول آهنگی بود که در دختره خونده بود که هم سوار ماشین میشه و میره دو تا پسر و این صحبت ها یا آخر هم درش پیاده میشه بالاخره بعد قشنگ بود اینم کار خوشگلی بود من دوست داشتم یادم یاد آهنگ غریبش اومد تکستش خیلی قشنگ بود چون که مثلا خیلی واضح بود از نظری که اتفاقی که همه میبینن همه چی در روز بعد کاورش هم که میبینید یه دیگه سرش میگه دارم میرم سمت چاه و این چیزا یه جای خوبی داره میره سمت جهنم ولی خب داره میره داره جهنم رو خاموش میکنه داره سبسبز میکنه هر چی راه میره آره به نظر این میاد خودش داره هر چی به جلو با حرفاش و آهنگاش سعی میکنه بلیا رو پاک بکنه آره این چیز جالب بود که من شارژ نکردم خیلی باحال بود بچه‌ها این چیز جالبی واسه شما بود تو اون قسمتش که حالا ما خیلی نمو استفاده کردیم خواستین اونم تو کامنت ها بنویسید اگه خودتون نامه بدید یه همین که بچه‌ها دیگه میخونن بدید آره شاید آقا بچه‌ها هم دیگه شیر بکنید جای جالبش دوست داشتید اگه این ویدیو رو دوست داشتین حتما لایک رو بزنید با دوستاتون شیر بکنید و همینطور سابسکرایب و زنگوله رو بزنید آره آقا تا ویدیو بعدی فعلا.